خط خبرها، ترور عضو ارشد سپاه و مرد شماره یک برنامه هسته‌ای ایران در دماوند. ترامپ توییت خبرنگار اسرائیلی درباره فخری‌زاده را هم رسانی کرد. حسین دهقان اسرائیل را متهم به قتل محسن فخری‌زاده برای آغاز جنگ کرد. سلام، به کانال خبری ایران خوش آمدید. لطفاً پیش از هر چیز کانال رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله در کانال ایران مشترک شوید. در ضمن با لایک کردن این ویدیو به بیشتر دیده شدن اخبار کمک می‌کنید. با سپاس از همراهی شما. مشروع اخبار: محسن فخری‌زاده، مرد مرموز برنامه اتمی ایران در دماوند کشته شد. وضعیت بلوار شهر آب سرد دقایق پیش شاهد درگیری مسلحانه بوده و بر اساس اخبار واصله گویا به نظر می‌رسد یکی از دانشمندان هسته‌ای کشورمون در شهر آب سرد ترور شده و هنوز اطلاعاتی در این خصوص در دست نیست و هنوز مشخص نیست که این اتفاق دقیقا توسط چه عواملی اتفاق افتاده. همکنون نیروهای انتظامی امنیتی در محل حضور دارند و بلوار اصلی شهر آب سرد رو به داخل شهر مسدود کردند. چند رسانه در داخل ایران از کشته شدن محسن فخری‌زاده مهآبادی، چهره ارشد در برنامه هسته‌ای ایران در منطقه آب سرد دماوند در نزدیکی تهران خبر می‌دهند. باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما در خبری کوتاهی که در این زمینه منتشر کرده، از او به عنوان یکی از دانشمندان مؤثر و رده بالای حوزه تحقیقات علمی نام برده و نوشته است پس از وقوع حادثه تلاش‌ها برای یا این شخص به نتیجه نرسیده است. روابط عمومی وزارت دفاع ایران هم با تایید این خبر از محسن فخری‌زاده به عنوان رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع نام برده است. در اطلاعیه وزارت دفاع آمده است که آقای فخری‌زاده در جریان این درگیری به شدت مجروح شده و تلاش تیم پزشکی برای احیای ایشان موفق نبوده است. در همین حال خبرگزاری فارس در گزارشی نوشته است این حادثه در بلوار مصطفی خمینی شهر آبسرد رخ داده و در جریان درگیری صدای انفجار و رگبار شنیده شده است. این خبرگزاری نوشته است که 3 یا 4 تن دیگر که عامل عملیات ترور بودند در این درگیری کشته شدند. خبرگزاری تسنیم هم گزارش داده که برخی نزدیکان آقای فخری‌زاده همراه او بودند و زخمی شدند. این خبرگزاری ساعت درگیری را 14:30 به وقت تهران اعلام کرده و نوشته است که در این ماجرا ابتدا یک وانت نیسان در مسیر عبور خودروی آقای فخری‌زاده منفجر شده و سپس به صورت رگباری به سمت خودرو شلیک شده است. از محسن فخری‌زاده که یک افسر ارشد سپاه پاسداران است و نامش در لیست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد به عنوان مهره کلیدی و مدیر ارشد برنامه‌های هسته‌ای ایران نام برده می‌شد که از سال 1380 تا کنون در این زمینه نقش مهمی بر عهده داشت. از او همچنین به عنوان مرد مرموز برنامه اتمی ایران یاد شده و یک بار نیز مجله فارن پالیسی نام او را در فهرست 500 شخص قدرتمند جهان قرار داد. نخستین بار 1383 در یکی از قطعنامه‌های سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای ایران نام او به عنوان فردی مطرح شد که در فعالیت‌های هسته‌ای یا موشک‌های بالستیک دست داشته است. رسانه‌های داخل ایران از او به عنوان دانشمند شاغل در وزارت دفاع و مدیر پیشین مرکز تحقیقات فیزیک یا استاد دانشگاه نام بردند. سال 1390 نیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی نوشت که محسن فخری‌زاده مقام اجرایی برنامه موسوم به آماد در ایران است که در حیطه مواد منفجره و فنون تجهیز موشک برای سوار کردن کلاهک‌های جنگی فعال بوده است. بر اساس این گزارش کلیه این فعالیت‌ها به شکلی تقریبا ناگهانی در اواخر سال 83 به حالت تعلیق درآمد و فخری‌زاده نیز از نظرها پنهان شد. با این حال شهریور سال 91 روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکا، اسرائیل و سازمان ملل گزارش داد که محسن فخری‌زاده پس از چند سال غیبت به طور فعال به عرصه فعالیت‌های هسته‌ای بازگشته است. به نوشته وال استریت ژورنال، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آن زمان
زمان بر این باور بود که آقای فخری‌زاده مرکز تحقیقاتی جدیدی در یکی از محله‌های شمالی تهران باز کرده و این مرکز به تحقیقاتی درباره تولید سلاح‌های هسته‌ای مشغول است. بر اساس این گزارش، این مرکز تحقیقاتی که شامل 6 بخش بود، سازمان تحقیقات و نوآوری امور دفاعی نام داشت و در لویزان در نزدیکی مرکز نظامی تهران تأسیس شده بود. وال استریت ژورنال همچنین با اشاره به ناکامی چند باره بازرسان آژانس برای گفتگو با فخری‌زاده از قول اولی هاینونن، یکی از بازرسان سابق آژانس، نوشت که در سال 2008 در سفری به تهران او چند بار خواستار دیدار با محسن فخری‌زاده شد، ولی هر بار با بی‌اعتنایی مقامات ایرانی روبرو شد. در سالهای گذشته گزارش‌های متعددی درباره تلاش دولت اسرائیل برای ترور محسن فخری‌زاده منتشر شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز زمانی که اعلام کرد ماموران موساد اسناد اتمی ایران را دزدیدند، نام فخری‌زاده را به عنوان مغز متفکر برنامه هسته‌ای ایران ذکر کرد. ترامپ توییت خبرنگار اسرائیلی درباره فخری‌زاده را همرسانی کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توییت یوسی ملمن از روزنامه نگاران مطرح اسرائیلی درباره کشته شدن محسن فخری‌زاده را همرسانی کرد. آقای ملمن که کارشناس نظام امنیتی در اسرائیل نیز هست، در توییت خود با اشاره به این رخداد نوشته است مرگ وی ضربه‌ای حرفه‌ای و روانی بر جمهوری اسلامی است. خبرگزاری رویترز می نویسد وزارت دفاع آمریکا و دولت اسرائیل حاضر به واکنش به قتل آقای فخری‌زاده نشدند، اما CNN از قول یک مقام دولتی آمریکا گزارش داده که ایالات متحده از نزدیک این قتل آشکار را زیر نظر دارد و مرگ فخری‌زاده اتفاق بزرگی است. محسن فخری‌زاده مهابادی، چهره ارشد در برنامه هسته‌ای ایران، روز جمعه در منطقه آبسرد دماوند در نزدیکی تهران کشته شد. برخی مقامات ارشد ایران اسرائیل را مسئول این حمله تروریستی دانسته و قول انتقام سخت دادند. حسین دهقان اسرائیل را متهم به قتل محسن فخری‌زاده برای برانگیختن جنگ با ایران کرد. سردار حسین دهقان، مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران و وزیر پیشین دفاع این کشور، ترور محسن فخری‌زاده چهره کلیدی و مخفی برنامه اتمی ایران را به اسرائیل نسبت داد و گفت که این کشور به یاری دونالد ترامپ در پی برانگیختن یک جنگ با ایران است. حسین دهقان سپس تهدید کرد که جمهوری اسلامی ایران انتقام سختی از اسرائیل خواهد گرفت. او گفت صهیونیست‌ها در واپسین روزهای عمر سیاسی متحد قماربازشان در پی تشدید و افزایش فشار بر ایران برای ایجاد یک جنگ تمام عیار هستند. حسین دهقان سپس تلویحاً گفت که جمهوری اسلامی ایران قصد ندارد فعلا خود را درگیر چنین طرحی بکند. او گفت شب دراز است و قلندر بیدار، همچون صاعقه بر سر قاتلان محسن فخری‌زاده فرود خواهیم آمد. در پیامی جداگانه، سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و اسرائیل را عاملان ترور محسن فخری‌زاده خواند و گفت انتقامی سخت در انتظار آنها خواهد بود. محمد باقری افزود اطمینان می‌دهیم تا تعقیب و مجازات عاملان این ترور از پای نخواهیم نشست. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام محمود دعایی نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که سربازان گمنام امام زمان شناسایی عاملان ترور محسن فخری‌زاده را آغاز کرده و انتقام خون او را از مسببان و هادیان این ترور خواهند گرفت. در سال 2018 بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان نمایش اسناد اتمی ایران که سازمان موساد از این کشور رو بوده و به اسرائیل منتقل کرده بود، در برابر تصویر محسن فخری‌زاده ایستاد و گفت نام او را به خاطر بسپارید. او مغز برنامه مخفی اتمی ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است.